جای آخوند و ملا مدرسه نیست. زمانی گرامشی انقلابی بزرگ ایتالیایی گفت بقای قدرت طبقات حاکم مربوط به فرهنگ و فکر آنها هم هست و باید این فکر و فرهنگ به چالش کشیده شود. یعنی پیش از سقوط دیکتاتورها، افکار، ارزش‌ها و ایدئولوژی آنها سقوط می‌کند. در این خصوص در مورد رژیم آخوندی می‌توان دید آن چیزهایی که در این رژیم به اصطلاح ارزش است، نه تنها کوچکترین اهمیتی برای مردم ندارد، بلکه مورد تمسخر و ناسزای مردم بوده و ضد ارزش شده است. البته که در کشورمان از این فراتر رفته و آخوندها مورد حمله فیزیکی جوانان و مردم به جان آمده هستند. آخوندهای حاکم بر میهنمان تلاش کردند لباس مفتخوری خودشان را لباس دین و پیامبر جا بزنند. اما بعد از 40 سال حاکمیت ننگین و جنایتکارانه، مردم اینگونه به آخوند واکنش نشان میدهند. جای آخوند و ملا مدرسه نیست. اگر دانش آموزان دوست داشتند آخوند به آنها درس بدهد، به حقوق می رفتند. همکاران گرامی، مردانه، همکاران خانم، مردانه، شجاعانه در مقابل این تیر خلاصی که به نظام آموزش در حال انتظار میخوان بزنن، از ورود این آقایون به مدارس به شدت و عملا خودتون جلوگیری کنید. سپاس خدای را که دشمنان حق و راستی را از احمق‌ترین ها آفریده است. با سقوط تفکر و ایدئولوژی هر نظامی، این نظام توان بازسازی و احیای خود و نیروهایش را از دست داده و سقوطش حتمی است. در مورد این رژیم می توان دید که چطور نیروهایش را از دست داده که وقتی می خواهد به سوریه برود، مجبور است از مزدوران خارجی افغانی و پاکستانی و از پایین ترین اقشار آن کشورها مزدور استخدام کند، چون حتی سپاه پاسدارانش هم حاضر نیست به خاطر خامنه ای در جنگ بمیرد. فروپاشی ایدئولوژی رژیم که مدت هاست رخ داده، پس نابودی و فروپاشی این رژیم اهریمنی قطعی است.